روز شما به خیر به اولین بخش از خبرها از کانال آوای ایران خوش آمدید. بیانیه یه مهم ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا پرواز جنگنده های 35 بر فراز تهران. نطق آتشین نماینده چابهار صحن مجلس را به آتش کشید. و آیت الله رابرت مالی نماینده بیت خامنه ای و معمار توافق پنهان جمهوری اسلامی و آمریکا استاد درس دیپلماسی و مذاکره دانشگاه پرینستون شد با مشروع خبرها همراه ما باشید به مردم شریف ایران نوید افکاری <تصفح> بیانیه مهم ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا پرواز جنگنده های 35 بر فراز تهران ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه شامگاه چهارشنبه تایید کرد که جنگنده های پیشرفته اف 35 ارتش ایالات متحده به طور مشخص به منظور بازدارندگی و مقابله با تهدیدهای حکومت ایران در منطقه مستقر شدند یک اکانت توییتری نظامی نوشته آمریکا این بار جت های اف 35 اش را طوری مجهز کرده تا بالای سر بیت هم توان عملیات دارد کمتر از یک ماه پیش وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرده بود که در واکنش به فعالیت‌های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی ایران در آبهای تنگه هرمز جنگنده های پیشرفته f 35 و f 16 و نیز ناوشکن یو اس توماس هادنر نیروی دریایی آمریکا به منطقه اعزام می‌شوند شنبه این هفته نیز نیروهای دریایی کشورهای غربی به کشتیهایی که از تنگه راهبردی هرمز عبور می‌کنند هشدار دادند برای در امان بودن از خطر احتمالی توقیف تا حد امکان به آبهای سرزمینی ایران نزدیک نشوند. خبر استقرار جنگنده های پیشرفته F-35 ارتش آمریکا در نزدیکی مرزهای ایران در حالی منتشر می شود که پیشتر آسوشیتد پریس در گزارشی به نقل از چهار مقام دولتی آمریکا نوشته بود ارتش ایالات متحده در حالی بررسی این گزینه است که برای رویارویی با تهدیدهای منطقی جمهوری اسلامی شماری از نیروهای نظامی خود را در کشتی های تجاری که از آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز می‌گذرند مستقر کند. بنابر دادههای شرکتهای کشتیرانی در حدود 20 درصد از صادرات نفت جهان از تنگه هرمز میگذرد افزون بر نفت ایران نفت عراق و بخشی از نفت عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از تنگه هرمز به خریداران و بازارهای جهانی منتقل می‌شود. همزمان خبرگزاری رویترز شامگاه چهارشنبه به نقل از منابع خود نوشته که شماری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه از دولت بایدن خواستند که به تأخیر چند ماه در تخلیه محموله نفتکش سوئز راجان پایان دهد نفتکش سوئز راجان متعلق به ایران است و در خورداد گذشته در آبهای تگزاس توقیف شد جونی ارنست سناتور جمهوری ریچارد بلومنتال سناتور دموکرات از قانون گذارانی هستند که این نامه جمعی را خطاب به دولت بایدن امضا کردند. رویترز در بخش دیگری از گزارش شامگاه چهارشنبه خود نوشت شرکت های کشتیرانی نگرانند که در صورت تخلیه و فروش محموله سوئز خریداران نفت در معاملات بعدی از کشتی های خود برای انتقال نفت استفاده نکنند. سپاه پاسداران تهدید کرده که هر شرکتی که نفت ایران را از نفتکش توقیف شده سوئز راجان تخلیه کند با واکنش حکومت ایران مواجه خواهد شد. نفتکش سوئز در چارچوب اجرای تحریم های بین المللی دولت آمریکا علیه صنایع نفت ایران توقیب شده است. نطق آتشین نماینده چابهار صحن مجلس را به آتش کشید. نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسدود شدن پیام ها و شبکه های اجتماعی در ایران خطاب به مقامات دولتی گفت وقتی خودتان و خودمان در همه پلتفرم‌ها ها حضور فعال داریم به چه حقی دسترسی مردم را محدود کردید. معین دین سعیدی در نشست علنی روز سهشنبه 24 مرداد درباره افزایش محدودیت اینترنت در ایران اضافه کرد. فیلترینگ فضای مجازی در تضاد کامل با اصل نوع قانون اساسی و فرمایشات انتخابی شما است او گفت به راستی گردش مالی 50 هزار میلیارد تومان فیلتر شکن ها چه نسبتی با کاسبان فیلتر دارد پیشتر جلال رشیدی کوچی دیگر نماینده مجلس نیز گفته بود عملا ما شاهد این هستیم که بازار پرسود و مکارهای پشت پرده فیلترینگ شکل گرفته که گردش مالی سنگینی هم در آن اتفاق میافتد و 40 تا 50 هزار میلیارد تومان گردش مالی است فیلترینگ اینترنت در ایران همواره وجود داشته اما در جریان اعتراضات سراسری اخیر بیشتر شده با واتساب و واتساپ و اینستاگرام نیز به فهرست پلتفرم های فیلتر شده پیوستند محدودیت های مرتبط با اعتراضات و همچنین اعمال حجاب اجباری در ایران موجب شده که بسیاری از فعالان اقتصادی و سنفی نسبت به آسیب دیدن گسترده و مهاجرت کسب و کارهای اینترنتی هشدار دهند سازمان غیر دولتی خانه آزادی در آخرین این گزارش سالانه خود درباره ای آزادی اینترنت در جهان گزارش داده که ایران بعد از دو کشور چین و میانمار بیشترین محدودها را در زمینه اینترنت اعمال می کند. آیت الله رابرت مالی نماینده بیت خامنه ای و معمار توافق پنهان جمهوری اسلامی و آمریکا استاد درس دیپلماسی و مذاکره دانشگاه پرینستون شد. رابرت مالی مقام ارشد وزارت آمریکا و نماینده ویژه در امور ایران از پاییز امسال در دانشگاه پرینستون تدریس خواهد کرد. این امر احتمالاً می تواند مهر تاییدی بر پایان همیشگی نقش او به عنوان نماینده آمریکا در امور ایران باشد بر اساس اعلام وبسایت دانشگاه پرینستون رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران از پاییز امسال به عنوان استاد مهمان در این دانشگاه تدریس می کند به گفته این وبسایت او در دانشکده روابط عمومی و بین الملل در زمینه های تصمیم گیری در سیاست خارجی دیپلماسی و در دوره های دکترا و ارشد تدریس خواهد کرد. مالی درباره حضور خود در پرینستون به وبسایت این دانشگاه گفته در حال حاضر از وزارت امور خارجه مرخصی دارم. از فرصتی که برای کار با نسل بعدی کارمندان دولتی در دانشگاه روابط عمومی و بین الملل پرینستون به دست آورده بسیار سپاس گذارم. او همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفته که من مشتاقانه منتظر حضورم در پرینستون و بازگشت به خدمات دولتی در زمان مناسب هستم. دانشگاه پرینستون از برترین دانشگاه های جهان است. استادان بزرگی همچون آلبرت انشتین و جان نش در این دانشگاه کرسی داشتند. همچنین مریم خانی ریاضیدان ایرانی و برنده فیلدز پیش از پیوستن به دانشگاه استنفورد استاد دانشگاه پرینستون بود جف بزوس و میشل اوباما نیز از این دانشگاه فارغ و تحصیل شدهاند رابرت مالی زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری و هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاور میانه شمال آفریقا و منطقه خلیج فارس در زمینه جنگ با داعش بود او در سال 2021 از جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به عنوان فرستاده ویژه در امور ایران منصوب شد. مالی یکی از معماران توافق هسته ای سال 2015 با ایران به حساب می که ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری ترامپ از آن خارج شد. روز پنجشنبه 29 جوان رابرت مالی اعلام کرده که به او اطلاع داده شده مجوز امنیتیش در دست بررسی است. مالی افزود اطلاعات بیشتری به او ارائه نشده اما انتظار دارد تحقیقات به نحو مطلوب انجام گیرد و به زودی حل شود اما بهتر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که مالی به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده در آن زمان یک مقام آمریکایی به شبکه سی گفت که مجوز مالی در بهبهه تحقیقات امنیتی دیپلماتیک وزارت امور خارجه پیرامون سوء استفاده احتمالی از اطلاعات طبقه بندی شده به حالت تعلیق درآمده است وزارت خارجه آمریکا هنوز به طور علنی نگفته که چه عاملی باعث برکناری مالی شده است در مقابل رابرت مالی ادعا کرده که مرتکب تخلفی نشده آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا حمایت خود را از مالی اعلام کردهاند با این حال آنها از طرح مستقیم تحقیقات در مورد مالی خودداری می کنند. رابرت مالی با انتشار توییتی در 22 اکتبر سال گذشته عنوان کرده بود معترضان در ایران و شهرهای جهان از دولت جمهوری اسلامی میخواهند به کرامت و حقوق انسانیشان احترام بگذارد. این تویت در آن زمان با اعتراض شدید برخی چهره های ایرانی مواجه شد که برداشته او را اشتباه توصیف کردند و هدف معترضان را سرنگونی جمهوری اسلامی و نه اصلاح آن دانستند مالی بعدا اعلام کرد که تقلیل دادن مطالبات معترضان ایرانی اشتباه بوده گرچه رسما بر کناری مالی اعلام نشده اما عملا او دیگر سکاندار امور ایران نیست در حال حاضر آبرام پالی موقتا عهدهدار وظیفه پیشین رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران است. از توجه و همراهی شما سپاس گذاریم. دعوت می کنیم ضمن لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت ها درباره اقدامات دولت آمریکا که یکی به نل می زنه و یکی به میخ از یک سو جنگنده می فرسته و از طرف دیگه منابع مالی به رژیم تزریق می کنه در ساعت آینده همچنان با ما همراه باشید.